تازه های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. هشدار وزیر دفاع آمریکا با پاکستان در مورد پیامدهای باز نشدن راه اکمالاتی ناتو. نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از تاثیرات منفی امضا نشدن توافقنامه امنیتی با آمریکا روی وضعیت حقوق بشر. و جلوگیری از 7 حمله تروریستی بر شهر کابل. عرض سلام و وقت بخیر. امروز سه‌شنبه 19 ماه قوس سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 10 ماه دسامبر سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. مقام های وزارت دفاع آمریکا گفتند که چک هیگل با نواز شریف هشدار داده است اگر راه اکمالاتی نیروهای ناتو از سوی پاکستان باز نشود، کمک های مالی به پاکستان به حالت تعلیق خواهد آمد. وزیر دفاع آمریکا همچنان به مقام های پاکستانی گفته است که منافع مشترک پاکستان و آمریکا در یک افغانستان باثبات است. نعمت الله احمدی گزارش می دهد. پس از 4 سال این نخستین وزیر دفاع امریکاست که به پاکستان رفته است، اما پایان این سفر چندان به ذوق سیاستگران پاکستان همراه نبوده است. باز شدن راه اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، حملات تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان و تلاش های صلح در افغانستان، اینها موضوعاتی است که در دیدار صدر اعظم پاکستان با وزیر دفاع امریکا در اسلام آباد مطرح شده است. از 3 هفته به این سو تحریک انصاف به رهبری عمران خان که اداره ایالتی خیبر پشتونخوا را رهبری می کند، در اعتراض به حملات تیاره های بی پیلوت جلوی رفت آمد کاروان های اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را گرفته است. وزیر دفاع آمریکا گفته است که اگر راه تدارکاتی به زودی باز نشود، پاکستان با خطر قطع کمک های مالی آمریکا به این کشور روبرو خواهد شد. مقامات پنتاگون گفتند که چک هیگل به نواز شریف هشدار داده است که اگر راه اکمالاتی نیروهای ناتو از سوی پاکستان باز نشود، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا می توانند کمک های نظامی با اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورند. سفر وزیر دفاع آمریکا به پاکستان در حالی انجام شد که تنش‌ها میان دو کشور بر سر حملات هواپیماهای بدون سرنشین به منطقه مرزی پاکستان بالا گرفته است. مقام‌های افغان معتقدند که پاکستان بر طالبان افغانستان نفوذ زیادی دارد. این دیدگاه از سوی محافل سیاسی افغان نیز تایید می‌شود. رابطه طالبان و پاکستان نه، بلکه پیش از این که چیزی به نام طالبان باشه هم پاکستان با افغانستان مشکلات داشت و این مشکلات فوق العاده استراتژیک هست و هیچگاه متاسفانه در افغانستان یک دولتی با ثبات روی کار نیامده که بر اساس یک استراتژی بلند مدت مشکل را به شکل استراتژیک با پاکستان حل بکنه. شورای کویته، شورای پشاور، شبکه حقانی و مراکز اصلی القاعده از شبکه‌های دهشت افغانی هستند که گفته می شود همه در پاکستان قرار دارند و از سوی استخبارات پاکستان به گونه دوامدار حمایت می شوند. با این حال برخی از آگاهان سیاسی از امریکا می خواهند تا پاکستان را در شمار کشورهای حامی تروریسم حساب کند. از یک طرف حکومت پاکستان ادعا میکند که حملات تیارات بدون سرنشین در مناطق مرزی نقض حاکمیت ملی پاکستان است. از جانب دیگر پاکستانی ها در یک همکاری نزدیک هستند به خاطر ردیابی رهبران تروریستان در این مناطق که از نظر استخباراتی همکاری میکنند با ایالات متحده آمریکا. از جانب دیگر ایالات متحده آمریکا به خوبی واقف است که گروه های تروریستی مراکزشان، مراکز فرماندهیشان در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان است. این در حال است که نخست وزیر پاکستان در سفری اخیرش به کابل وعده داده است که افغانستان را در آغاز روند صلح همکاری میکند، اما دیدگاه ها همواره از سوی شهروندان افغان با دیدی شک نگریسته شده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به امضا نرسد، وضعیت حقوق بشری در این کشور با چالش مواجه خواهد شد. همزمان با این، کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد جایگاه کمیسیون حقوق بشر افغانستان را از ردیف اول در ردیف دوم قرار داده است. مسئولان این کمیسیون همچنان میگویند که عدم تعهد سیاسی حکومت سبب نشر نشدن گزارش ناخزان حقوق بشر شده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد. با نزدیک شدن خروج نیروهای خارجی از افغانستان، این کشور دهه تحول را تجربه می کند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای ادامه فعالیت‌هایش در این دهه بر کمک‌های خارجی نیازمند است. با متل قرار دادن امضای پیمان امنیتی، سر و صدا هایی از احتمال کم شدن کمک‌ها بر این کمیسیون بلند گرفته است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر امضای بی‌درنگ پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن پافشاری دارند. به گفته آنها، فعالیت این نهاد بیشتر با کمک‌های خارجی وابسته است و با امضا نشدن پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن، دستاوردهای این کمیسیون با چالش روبرو خواهد شد. افغانستان انتخاب نداره. متاسفانه از هر نگاه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی ما در وضعیت هستیم که نیاز داریم به این، یعنی انتخاب نداریم که بکنیم یا نکنیم. ما فکر میکنیم باید شود. بر اساس گزارش ها، افغانستان مرکز ناخزان حقوق بشر بوده و گواهی بیشترین خشونت ها علیه زنان و کودکان است. با اینکه نهادهای زیاده برای مبارزه جهت تامین حقوق بشر در این کشور فعالیت می کنند و هزینه های انگفت را مصرف می نمایند، اما کارکردهای آنان چندان موفق نبوده است. به تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از نزول جایگاهش در سطح جهان خبر می دهد. مسئولان این نهاد می گویند بر اساس ارزیابی کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ردیف اول به ردیف دوم نزول کرده، یعنی مقامش در جهان پایین آمده است. چند مسئله را به صورت مشخص انتخاب کردن. یکی از مسائل اپوینتمنت ها یا تقرر کمیشنر های جدید در کمیسیون است. مسئله دومش عدم دادن پول کافی برای کمیسیون از طرف حکومت است یا از طرف دولت است. بودجه در بودجه ملی یا از بودجه ملی برای کمیسیون پول کافی نمیتن. مسئله سیومش انتخاب که به کمیسیون وارد است این است که تعداد زنهایی که در کمیسیون کار میکنند کم است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر میافزایند که در 12 سال گذشته فعالیت های چشمگیری برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان اجرا شده است، اما هنوز هم در برخی ولایات حقوق بشری شهروندان با تهدیدات بلند مخالفان مسلح مواجه است. به گفته این کمیسیون، عدم اراده سیاسی حکومت و ضعف در حاکمیت قانون مانع تطبیق شدن عدالت در کشور شده است. متاسفانه نهادهای دولتی افغانستان هنوز در وضعیت قرار نداره که برخورد بکنن با جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان و عدم تعهد سیاسی در نهادهای دولتی وجود داره برای عدم تطبیق عدالت. نبود حاکمیت قانون، عدم اراده سیاسی حکومت، افزایش تلفات غیر نظامیان و دست داشتن شمار از مقامات بلندپایه حکومت از جمله نیروهای پلیس و دادگاه‌ها با فساد، خشونت در برابر زنان، ضعیف بودن نهادهای عدلی و قضایی و شکنجه زندانیان از عواملند که وضعیت حقوق بشر را در افغانستان به شدت نگران کننده ساخته است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کنار ده‌ها رهبر دیگر در مراسم احترام به نلسون ماندلا شرکت کرد. مراسم احترام و یادبود نلسون ماندلا رئیس جمهوری از بخش آفریقای جنوبی و مبارز ضد تبعیض نژادی در شهر جوهانسبرگ آفریقای جنوبی برگزار شده بود. در این مراسم بر علاوه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، سران بیش از 91 کشور جهان و جمعیت انبوه از مردم آفریقای جنوبی که تعدادشان به ده‌ها هزار تن می‌رسید اشتراک ورزیدند. نلسون ماندلا در پنجشنبه گذشته در اثر بیماری عفونت شش در منزلش در شهر جوهانسبرگ آفریقای جنوبی درگذشت و قرار است یک شنبه آینده در زادگاهش به خاک سپرده شود. ادامه خبرها از کشور این که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در دو هفته گذشته از 7 حمله انتحاری در کابل جلوگیری کردند. مسئولان این اداره گفتند که 22 هراس افغان را نیز بازداشت کردند. به اساس گفته های مسئولان امنیت ملی، این افراد شامل 7 مهاجم انتحاری، 3 بمبگذار مغناطیسی، 10 تن فراهم کننده مواد وسایل انفجاری و 2 عضو ارشد گروه طالبان می شوند که یکی آن شهروند پاکستان است.
اداره امنیت ملی افغانستان 22 حراس افغان را که قصد حملات انتحاری و پرتاب راکت به شهر کابل را داشتند پیش از انجام حملات حراس افغانی بازداشت شدند. فرید شمال سخنگوی امنیت ملی میگوید این افراد در 10 روز گذشته توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند و شامل 7 مهاجم انتحاری، 3 بمبگذار بمب مغناطیسی، 10 تن فراهم کننده مواد و وسایل انفجاری و 2 عضو ارشد گروه طالبان میشوند. در مجموع از 9 مورد فعالیت دشمن، 2 مورد امرای انتحاری و 7 مورد انفجار در سطح ولایت کابل جلوگیری به عمل آوردن. کشف و جلوگیری از انتقال یک عدد ماین بوشکایی که به سیستم ریموند عیار و منظور انجام یک عمله انفجاری در ساحه سر چشمه ولسوالی سروبی جابجا گردیده بود. او افزود که از نزد آنها 5 واسکت انتحاری، 2 موتر مملو از مواد منفجره، 8000 کیلوگرم مواد منفجره، 10 فران موشک و مقدار قابل توجه جنگ افزار و مهمات به دست آمده است. سخنگوی امنیت ملی همچنان میگوید این موشک ها ماده پرتاب به کاخ ریاست جمهوری، وزارت دفاع و فرودگاه کابل بوده و بمبگذاران انتحاری هم قصد حمله به اهداف گوناگون در شهر کابل داشتند. در تانکرهای تیل در مسیر شهرهای کابل پروار جابجا می نمودند. امرا با 28 فیر مرمی صوب مرمی توپ 80 میلیمیتری، 56 القماین های مختلف نو و 1 میل سلاح کلاشینکوف. تدابیر امنیتی در شهر کابل پس از برگزاری لوی جرگه مشورتی بیشتر شد. در آن زمان مقامات امنیتی گفته بودند که حراس افغانان تلاش دارند تا برگزاری جرگه مشورتی را برهم زنند. این در حالی است که گفته می شود بیشتر از سازمان دهندگان حملات انتحاری در پاکستان برنامه ریزی می شوند. و برخی سناتوران می گویند که در وزارت معارف فساد وجود دارد. به گفته این سناتوران برخی خریداری های وزارت معارف مبهم است و همچنان در گماشتن افراد در این وزارت اصل روابط بر ضوابط ترجیح داده می شود. اما برخی دیگر از اعضای مجلس سنا وزارت تحصیلات عالی را نیز به کمکاری و بیکفایتی در برخی موارد متهم می کنند. با این همه وزارت معارف و تحصیلات عالی این ادعاها را رد می کنند و در برخی موارد خود سناتوران را به پشتیبانی از کارهای غیر قانونی متهم می کنند. فرهنوز این گزارش را نوشته است. رفت آمد وزرای کابینه چندی است که به یک سخن معمول در دو مجلس بدل شده است. جلسه های استجوابیه که اغلب بی نتیجه خاتمه میابند، طوری که ملامت از سلامت تشخیص نمی شود. جلسه عمومی مجلس سنا سه‌شنبه شاهد حضور دو وزیر بود، وزیر معارف و تحصیلات عالی. برخی از سناتوران وزارت معارف را در برخی موارد متهم به فساد می کنند و می گویند که سیر مکتب سازی و آموزش در این وزارت به شکل نامتوازن در سرتاسر افغانستان پیریزی شده است. یا دهم خریداری 500 پایه کامپیوتر توسط معاونیت تکنیکی و مسلکی که سی دی هایش به دسترس نیست و این تفاوت تقریبا قراری که ما معلومات داریم 30 هزار دلار میشه. خریداری ده اراده کرولای، خریداری 500 پایه کامپیوتر است، معاونیت تکنیکی و مسلکی و سی دی هایش اینا نگرفتن، سی دی هایی که کامپیوتر فعال میسازن، و خریداری ده اراده کرولای مدل 93 و 95 را به قیمت فی اراده 9000 دلار. معارف وزارت ده معلول و ماشوان لپاره همه شمول یا فراگیر و تحصیلات و اختصاصی تعلیمات و زمینه برابروی او په دو برخه کې وزارت معارف مګتن راضی است. رفته رفته سوالات و شکایت های سناتوران بالا گرفت. پوجما یک دو تا پانزای داریم و پانزای ما اصلا لیلیا نداره. اکثرا شاگردای ما در اتاقای کرایی، در خانه های کرایی و در اتاقای سرای زندگی میکنن. امیدوار هستم در قسمت لیلی تربیه معلم و لیلی پانتون توجه بکنید. دا کوچیان حق و حقوق لري کې نه لري، نیخه چې دا کوچیان د افغانستان بچان دي کنه دي، نیخه چې دا د بلخ کوچیان د دغه ځای پراګاندا دي، دا د جرمنی راغلي، دا د اروپا او ایتالا راغلي، د کوم ځای راغلي، دا ولې تاسو توجه نه کوئ؟ حالا گذشته از شکوه های سناتوران، وزیر معارف می گوید که در اغلب هرج و مرج ها سناتوران و نمایندگان شورا دست دارند. وزیر با رد اتهامات با لبخند به سناتوران چنین پاسخ می دهد. ای
امروز هیئت ما در قندهار است اگنه وکیل صاحب جناب افغان مل صاحب بل سناتور صاحب اوس تلفن وکی چنن ما هیئت په قندهار کې دی 280 بست خالی داره کمیسیون اصلاحات داری هدایت داد که نماینده را روانه کنه امی سناتور صاحب و وکیل صاحب گرامی برادر را بیان که حقایق بگویم رئیس صاحب گرامی دل توجه غواړم تا بال از 65,000 عالم دین 65,000 عالم دین که هیچ نوع سند رسمی نداره اما سناتور صاحب یا وکیل صاحب امرای میا از این امتحان میگیر وزیر تحصیلات عالی که وی نیز متهم به برخی اتهامات از جمله نامتوازن بودن روند سفرهای تحصیلی است چنین میگوید ادعای کثیری از جوانان است که از طریق طرز العمل بورسیه ها چی دولتی چی گروپی و در مقاطع مختلف لیسانس ماستری و دکترا به خارج از کشور میرن و هم در بخش های تریننگ های کوتاه مدت ما در بخش های مختلف استادا و کارمندای اداری را فرستادیم سرانجام سخن گپ و گفت های وزیران و سناتوران هنوز در تداوم بود وزیرانی که بیشتر به حاشیه ها می رفتند و سناتورانی که شاید سوالاتشان حل شده بود اما مشکلات نه سرانجام جلسه استجوابی مشخص نشد اما به دراز کشیدن بحث های حاشیه‌ای سخن را برای خبرنگاران کوتاه کرد باز هم خوش آمدید کار ساخت شهرهای سوم کابل جلال آباد به هزینه نزدیک به 110 میلیون دلار از کمک های بانک انکشاف آسیای آغاز خواهد شد مقام های وزارت فواید عام هشدار می دهند که اگر ساخت این جاده با معیارهای تعیین شده و زمان مشخص عملی نشود با شرکت برنده برخورد جدی صورت خواهد گرفت از سوی دیگر بانک انکشاف آسیایی بار دیگر به ادامه کمک های این بانک به افغانستان خبر می دهد مسافر خوقندی با جزئیات بیشتر با ساخت این شهرها که تا 3 سال دیگر تکمیل می شود پایتخت از 3 مسیر ماهیپر، لاتبند و سپرای با شرق افغانستان به ویژه شهر جلال آباد وصل می شود. گفته می شود طول این سرک 100 کیلومتر با عرض 7 متر و ضخامت 23 سانتی متر از کانکریت مارک 300 ساخته می شود. مقام های وزارت فواید عامه می گویند این سرک در مسیر خود 298 پل های بزرگ، متوسط و کوچک دارد و بیش از 7500 متر دیوار استنادی نیز همراه با آن یک جا ساخته می شود. این سرک از منطقه سپرای در کابل آغاز شده و با عبور از ولسوالی های سوربی و شیرزاد در ولسوالی سرخرود ننگرهار با شاهرهای جلال آباد تورخم وصل می شود. ما هیچ نمی خواهیم که در این سرک قراردادهای دستی دو سه کار بکنم مگر در کارهایی که بالای کیفیت توصیه نداشته باشه. آنچه کاری که در کیفیت این سرک تاثیر داره باید مستقیم توسط وسایط خودش و توسط پرسنل خودش انجام شد. این تعهد است که اینا برای ما دادن و ما این تعهد جدی تعقیب میکنیم. دغه پروژه لکه سرنګ چې جناب وزیر سی ویل په ارزښت 109 میلیون ډالرو کې دوم فیز د جلال آباد او کابل د لوی لارې دی چې اول فیز مخکې لدی شروع شوی د کابل نه سفری پورې او دوم فیز د سفری نه تر جلال آباد سرخود که در پاخه سرکا پوری البته در دوم فیز به جلال آباد در طرف سپری پلور شروع که گه امیدواری داده چه پراتون کدری و کلو که با در غلوه ملی پروژه مکمله از سوی دیگر رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان بار دیگر از ادامه کمک های این بانک برای افغانستان خبر می دهد جوجی تاکاهاشی رئیس این بانک می گوید بانک انکشاف آسیایی از سال 2002 تا کنون 3.5 میلیارد دلار به افغانستان در بخش های راه‌سازی، انرژی برق و برنامه های زیربنایی کمک کرده است و این کمک ها پس از سال 2014 نیز ادامه خواهد داشت. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار کابل. یک دلار آمریکایی 58 افغانی، 1 یورو 79 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی. یک درهم امارات 500 افغانی و 70 پول 1000 تومان ایرانی 900 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی فرق
فردا کابل آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 2، هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 5. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. و سرانجام شهر کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5 درجه پیش بینی شده است. سپاس از همراهی و توجهتان به خبرهای این ساعت. شب خوش داشته باشید. خدا نگهدار. اخبار این ساعت از طرفه